us is on the hill. پیش آواز بریم که در روزی قیامت نمونی صحرای محشر نداهایی داده میشن. در روز قیامت تقریبا چندین گروه را و چندین انسانها را در عنوان شاخص خوبی ها صدا زده میشن، در عنوان پرچمدار خوبی ها صدا زده میشن. مثلا من روایت هستم و این الصابرون، کجای اونایی که اهل صبر بودن؟ این المتصابرون، کجای اونایی که در مقابل گناها صبر میکردن و در گناه مبتلا نمیشدن؟ یا مگه که کجای این اهل الفضل، صاحبان فضیلت کجا هستن؟ یا خوشا به حالی کسایی که زوار یا غاب عبدالله الحسین هستن، صدا زده میشه در روز قیامت این زوار الحسین، صدا زده میشه این زین العابدین. همین رنگا چندان گروه های دیگر را هم کستا در روز قیامت صدا زده میشه، در عنوانی کسایی که پرچمدار خوبی ها هست. در مقابل سه گروه هست که اونا را در عنوانی پرچمدار بدی ها صدا زده میشه. اول گروه مگه این ظلمتو و اعوان الظلمه و اشباه الظلمه، کجای انسان های ستمکار، انسان های ظالم و اونایی که کمک مکدن انسان های ظالم را، اونا کجای حامیان ظالمین کجای، و اونایی که خودون خود شبیه ظالمین کده بودک اونا دا کجا هست؟ که وقتی که مگه این ندا داده میشه جبرئیل امین سوال میکنه مگه خدایا، حالا دویمنه ندا که داده میشه مگه این اعدائی، خداوند خداوندان مگه که کجای دشمنای از من، دشمنای من خدا کجای؟ جبرئیل اینجا سوال میکنه خدای دشمنای از تو خود زیاد بود، منظور از تو کدام دشمنای؟ خداوندان مگه امونایی که در دنیا قد از من دشمنی کرده بود، خب چی رنگ دشمنی کرده بود؟ خدا متعال مثلا در من یک روایت مگه کسانی که اهل شراب است اونا دشمنی از ما، کسانی که ناموس مردم را نسبت به از اونا تجاوز کرده بودن اونا دشمنی از ما است. امیرنگا متعدد روایت داریم که منش بیان شده کی چی کسایی کدام گناهگارها دشمنی خداوند متعال است. و سیمنش مگه این صدود لأولیائی، کجا است امو کسایی که مؤمنین را، دوستدارای از مرا، بندگان خوبی از مرا اذیت کردن در این دنیا، اینا کجای؟ اینا را در عنوان پرچمداران بدیها صدا زده میشه در روز قیامت. پس تو خیل اول گروهی که در عنوان پرچمداران بدی صدا زده میشه مرا کجای؟ انسانهای ستمکار، انسانهای ظالم کجای؟ عزیزان گرامی در من قرآن تقریبا 300 مرتبه کلمه ظلم و مشتقات چی دمانی قرآن بیان شد. هیچ دیگر حالا ظلم خوب بدترین نوعی معصیت است، گناه است، دیگر هیچ معصیتی، دیگر هیچ گناهی اینقدر زیاد تذکیرش دمانی قرآن نشده، اما ظلم و مشتقات چی 300 مرتبه دمانی قرآن ذکر شده. من کتاب بحار الانوار کی یک موسوعی از احادیث است، 110 جلد است، من ازو که توخ کنید 2500 مرتبه کلمه ظلم بیان شده در من روایات از من. خیلی تاکید شده در باره ظلم که انسان ستم نکنه در حقی بوکه، ظلم نکنه، ظلم روانه داشته باشه، بسیار زیاد اهمیت در عزیزانی گره. ما یک سیدن روایت را در باب ظلم خدمت شما عرض کنم، ببینیم که منظور ظلم چیه و حد و حدود چی تا کجایه. امام علی علیه السلام را پیغمبر خدا دم یک روایت، یه روایت دم یک کتاب من لا یحزن الفقیه است، من روایت که رسول خدا می فرماید یا علی افضل الجهاد من اصبح لا یهم بظلم احد، مگه بالاترین جهاد و افضل ترین جهاد جهادی است که یک انسان صبح که از خواب مشه اراده و نیت چه ظلم به حق کسی دیگر نباشه. اینیه انسان صبح از خواب شونه و
این نیت را نداشته باشه که امروز در طول روز ما در حق حقوق ظلم کرد. نیت چی صاف باشه، اراده چی نیک باشه، در حق حقوق رفته ظلم نکنه و همچنین اجازت نده کسی دیگه در حق حقوق باید ظلم کنه. این برترین و بالاترین جهاد مگه افضلترین جهاد یعنی امو روایات هم که شنیدیم که مگه مؤمن کسی است که از دستایشی و از زبانشی دیگرا در امنیت باشه، در آسایش باشه، در حقیقت ظلم نکنه. اما این روایت مگه کلی تر مگه بالاترین جهادیه که اگه انسان صبح از خواب باشنه تا شاوره در حقیقت ظلم نکنه، ستم نکنه. دویمنا روایت بسیار روایت عجیبی است عزیزان گرامی. من کتابی عدت الدائیه ابن فهد هلی بیان شده. ابن فهد هلی از بزرگانی از موتیه شده. قبر متحرشی تقریبا 300 متر قد حرم امام حسین فاصله داره در کربلا. 300 متر قد حرم آقا عبدالدار حسین قبر از بزرگوار فاصله داره. ابن فهد هلی از شخصیت های جلیل القدر عالم تشیع حساب میشه. مانندی یعنی در لیولی سید ابن طاووس و در لیولی سید مهدی بحر العلوم رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. بسیار جلیل القدر شخصیت. کتابی داره به نام عدت الداعی. در فارسی هم ترجمه شده، ظاهرا در اردو هم ترجمه داره. کتاب بسیار کتاب نفیسی است، درباره آداب دعا و نیایش است. چرا اینکه دعا کنیم قد خداوند متعال، آداب و شرایط دعا چیه؟ من از اون کتاب یک حدیث قدسی را نقل می‌کنم. حدیث قدسی که خداوند متعال غیر از وحی قد پیغمبر خود که قبل از بعضی از پیغامات را برایش نازل می‌کنه، نارونگه حدیث قدسی حالا برای بعضی از ائمه هم نازل می‌شده بوده در توسط فرشته ها. دم یک حدیث قدسی پیغمبر خدا خداوند متعال در پیغمبر خود می‌فرماید مگه و انذر قومک، قوم خورا وارنینگ بدی، یعنی امت را وارنینگ بدی. انذر قومک لا يدخل بيتا من بيوتي، مگه قوم را وارنینگ بدی امت را که دم نه خانه از خانه های من خدا داخل نشونه. در چی صورت؟ ول احد من عبادی عند احد منهم مظلمه، مگه حبیب ای امت را وارنینگ بدی، اینا را هشدار بدی، خبردار کنو اگر حقی از ایگو کس در گردن یا شما است حقی ایگو را زایه کدین، مشکل در من خانه از خانه های از ما داخل نشونیم. خانه خدا کجای هست؟ یعنی مسجد مجشتیم خانه خدای هست. حرم های ائمه علیه السلام خانه خدا است. مگه اینا را اشکو اینا را بگی که امینایی که حقی ایگو کس را زایه کده، حقی ایگو کس را گرفته، غصب کده، اینا رو بگی دمانی مسجد و دمانی خانه های از من خدا داخل نشونن. اینا ایگور آبرویش برده، ایگور دلازاریشی کده، ایگور مال شر خورده انسان، ایگور نمیدونم حق پست و مقام شر خورده انسان، ایگور حق آرامش شر انسان گرفته. عرض کردیم حق الناس خیلی وسیعه، بسیار زیاد وسیعه. فقط حق الناس ده پیسه و نمیدونم چار دنه زمین و این خانه و چیزا محدود نموشن. هر رنگ حق را اگر انسان از ایگو کسی دیگه بگره تجاوز کنه، این میشه حق الناس. و خدا میگه که اینا حق نداره دمنه خانی از ما باید. متاسفانه خیلی از مردم خیال مونن که اگر ما برم در حق انسان ظلم کنم، حق ایگو را بگرم، از او بعد حق بنده خدا را خورده، عرض کنم انواع و اقسام حق میتونه هر چیز باشه، او کار را مونه. بس ما دمنه مسجد نمازم میخوانم، خیال مونه که حقی از او آدم رو خورده و ظلم کردن در حقی از او قد دینداری قابل جمع است. خیال مونه دینداری یک چیزی دیگه یه، او نماز دیگه مگه مور نماز خور بخوان، او نماز سر جای خوب بال موره، خدا قبول مونه. او کارم که در حق از او کدوم حالا باشه دیگه خیلی مهم نیه، ربطی نداره اردوش دیگه، در حالی که بسیار خامخیالی است عزیزان گرام، بلکل ربط داره. تمام اعمالی از مو دین است. دین در هر قدم زندگی از مو هست. مو خو نمیخوایم که یک انسان لیبرال و سیکولر باشیم، نه دیگه. سیکولر انسان ها کیه؟ سیکولر انسان ها همویه نه که مگه دین خالی در من مسجد هست، دین خالی در من زندگی شخصی از ما است. ما دانم خدای ما دانم، مو رو نماز میخوانم در من مسجد میخوانم و هر کار کردم خود ما میدانم کستا. اما در من سوسایتی، در بازار، در اسکول، در سیاست، در اقتصاد، اونجا ها ما چی کار کنم ایش دیگه در خدا اصلا مگه در خدا هم ربط ندار. سیکولر فهمیه نه دیگه، مگه اصلا در خدا هم ربط ندار. خیال مونن که دین و دنیا دیگه خود ربط نداره، در حالی که خیلی ربط عمیق داره.
دین رو تو هر قدم خور که بالمونی باید مطابق از ما باید باشه. وقتی دین رو قبول کردی هر قدم تو باید مطابق دین باشه. هر قدمی که بالمونی دین برایش احکام داره کس. این غلط فهمی رو باید انسان از مرز ذهن از خود رو قدر کنه عزیزانی گرام. خب منی از این روایت کس نه، این روایت هنوز کنچنیو منده. پیغمبر رو خداون متعال مگه کی اینا رو بگی کسایی کی حق کی زیبو کس دمنه گردن تا گردن شسته ده خانیز موالی. خب چرا نه یا خدایا چرا ده خانیز تو داخل نشوی نه کی حق کی از مردم خورده؟ اینی حصه روایت بسیار خطرناک. خداون متعال مگه از این خاطر کی مگه فانی العنه ما دام قائما یصلی بین یدی حتی یرد تلک الظلامه الی اهلها. الله چون خداوند متعال مگه ای بنده مربوگی که دمنه خانه من نیو وقتی حقی بور غصب کردی. چرا؟ چون مگه وقتی که حقی بور غصب کردی ده خانه از مینی دمنه مسجد بایی تا زمانی که دمنه مسجد ششته حتی نمازم به خانه من خدا تو درو لعنت کن. خدا مگه ما تو را لعنت کن. بنده خدا ماده دمنه مسجد ده خانه گرفته زندگی زن و بچه را گرفته جهنم تیار کرده، قلب همسر را میشکنه، قلب بچه های خور میشکنه، اونا را اذیت و آزار میده، دوکری مونه، بد اخلاقی مونه، حق کز اونا را نمیده، حق کز اونا را غصب مونه. بار شده بس بنده خدا مونده خب بالا بورم دیگه، این کارا را کدوم، این یک کاری جدایه، اینا را خانیش خراب کدوم اینا را، بزال بورم ده مسجد نماز خوبی خان، مسجد یک نماز خان دو یک چیزی جدایه، خدا مونده نه عزیزی من. تمام لینچ است، تمام شده دیگه خراب ده. این کار را کده در مسجد از بابایی مگه اگر هرچی او کل نما در مسجد مورم قد خدا راز و نیاز منو مناجات منو سواب مر بنا موشه. خدا مگه هرچی قدر نماز خود طولانی تر کدی اما قدر طولانی تر ما تو لعنت کده مور سواب کی ملا و نموشه هیچی لعنت های فراوان در و شامل حالش در و بنده خدا شده ریه. متوجه باشیم خدا مگه ما لعنت منو مکسی رکی در او ده حقی زن و بچه خود ظلم کرده، ده حقی او کسی دیگه حقی همسایه ظلم کرده، مال گور خورده، رشوت خورده، رشوت خوری حق و ناس ده گردن انسان میره. نمیدونم کسته آرامش همسایه ها رو به هم زده. خیلی اولا حق و ناس اگه گوه بخواییم ده بحث کریم خیلی ده کجاها کی حق و ناس وجود ندارد. حق و ناز دگردن توی خدا مگه تا زمانی که این رفته از او کسی که حق شده گردن چسته او رو رضایت شده حاصل نکده تا زمانی که دمانی مسجد از ما بشنه ما این مزید لعنت کدم برو چسته. اینی خیلی حق و ناز مهم عزیزانی گرم. حتی فقهای از ما مگه اگر یک آدمی دگردن از ما حق داشته باشه و در وقت نماز دیدین شنیدین دیگه وقت نماز قرضدار دادانی خانه بایا اگر بگه ما طلب خو قرض تو رستو از تو میخوایم مگه تو حق نداری بوری نماز اول وقت بخوانی بور اول مگه قرض شیر اگر داری قرض زور بدی اگر نداری بیش راضی کوشی را دامنت میگره پوزنا میت میگره نیم گنت میگره یک گنت میگره راضی کوشی را راضی کو تاو بور از او بعد بوری نماز خو بخوان. وقت نماز وسیع است تو سه گنت وقت داره نماز نرو نماز اول وقت نخوان مگه اول حق قرضدار را ادا کنو از او بعد بور دنبالی نماز خو عزیزانی گرام. خیلی حق الناس مهم است، خیلی حق الناس مهم. ظلم کردن عزیزان گرامی خیلی از اوقات خدا کسایی که ظلم مونه ده حق بنده های مخصوصا ده حق بنده های مظلوم. روایت دیدم عجیب غریب امام سجاد سلام الله علیه لحظه ای که مگاخرهای عمری امام سجاد سلام الله علیه میخواه به شهادت برسه دمزو لحظه های آخر عمر امام سجاد سلام الله علیه امام باقر را وصیت مونه و نصیحت مونه مگه فرزندم وقتی که قدیگو کس مسئله پیدا کردی قدیگو کس وقتی درگیر شدی اوش کنو ده حق کزو بنده خدا ظلم نکنی. امام باقر قدر کس جنگ کنه ده حق کی ده برحقه؟ صد درصد امام باقر برحقه چون معصوم است اسمت چه مو ثابت کرد. اما باوجود از او امام سجاد مگه فرزندم اگر ایگو غد قده گو کس درگیر شد ایگو مسئله پیدا کردی مشکل پیدا کنی اوش کو ظلم نکنی مخصوصا او کسایی کی جز خدا هیچ کس را در روی زمین نداره جز خدا هیچ کس را در روی زمین نداره اوش کو ده حق ولو تو خو عرض کردیم که صد درصد کی برحقه آقا امام باقر برحقه ولو تو برحق باشی حق قدستو باشه اما اوش کو کسی یعنی ده فیصله کدوی خود ده قضاوت های خود
ده نمیدونم عکس العمل نشان دادن های خو توجه داشته باش. اگر میگن این طرف مقابل یک انسان بی کس و کاری است جز خدا روی زمین کسی را نداره، اوش یک مرتبه جلدبازی نکنی در منی قضاوت ها و فیصله های خوش بوده حقش ظلم نکنی، چون جز خدا کسی دیگره نداره. عزیزانی گرم واقعی نمیترست این موقع آیت اللهی شیخ محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی یک داستانی را نقل میکرد، موقع دیگه شارفا یک حاکم زندگی میکرد، آدم خوبی بود، کارهای خوبی هم انجام میداد، اما بعض اوقات از گیرش ظلم ها هم مشود. مثل زو آدم هایی که مگم کارهای خوب سر جایش، کارهای بد من سر جایش، این هم زو آدم ها بود. یک از کارهای بد و ظلمی که کرد بود که یک حاکم بود، حاکم یک شهر بود، خلاصه حکومت داشت از خود خود، قوانین داشت از خود خود. یک از کارهایی که کرد یک روز گریست مگه یک دن بنده خدا را بیگناه دمانه زندان انداخت، بیگناه و بیچاره زندانی کرد شده. وقتی که زندانی کرد شده یک چند وقتی که منی زندان مندک بنده خدا حواس کرد گفتی درو زیاد سخت تیر نموشه بریشی، بینم یک کاری کردم که زیاد سخت تیر شونه بریشی. چی کار کرد؟ یک دن دختر ریزه داشتم زندانی، گفت دختر شرم قچی کادی دمانه زندان بینده، دختری نمیدم حالا 6 ساله 7 ساله ریزه بود، خلاصه دخترش انداخت تا که دخترش رو برای زندان انداخت. این زندانی کسته اما وزیری از این حاکم را بسیار پیش زاری کرد، گفت امی برو پیغام را ده حاکم بیر، حاکم را بگی مرا عمر قید کنو منجی، مرا برای همیشه من زندان بیر، اما تو رو خدا می دختر مرا منجی برو بدن ای چی گناه کرده، خود چه من بطه گناهی نداشت، خود چرا به ناحق ده زندان، اما گفتی دختر مرا امیر برو بدن. این وزیر رفت پیش حاکم گفت جناب حاکم زندانی در او مگه کی امی دختر مرا برو بدن، امی چی گناه کرده، امیر نی نو منجی. ای وقتی که قبر زد حاکم گفت که نه دیگه مملکت از ما قانون چیز وقت بدلی نموشه، قانون قانونه او دیگه زندان و آزاد نموشه. همین قبر زد و اومد مگه نمیدن یک هفته دو هفته زندانه دیگه، کلان کلان آدم ها توان چیر نداره، نانی روست ملاو نشد، آوی روست ملاو نشد، جایی روست نبود. بعد از دو هفته دختر بری زندان روی بری بابی فوت کن، دختر شی مومره، دختر مومره. امی که دختر مومره صبحیشی مگه اتفاقا صبحیشی حاکم هم یک دختر داشته یک مرض لاعلاج مبتلا میشه، بیمار میشه دختر خود حاکم، پیش اطبای دنیا و جهان مبره برای علاج دعا مونه صدقه میده، نمیدونم چند صد دانه گوسفند درای خدا صدقه میده، نظر و نیاز مونه، دعاها مونه، فلان مونه، کار دختر علاج نموشه، دختر مریض. یک روزی وقتی که دید علاج نموشه امی وزیر را کوی کرد، گفتی چی مشکل است، چی مسئله است، شما ما گفتیم که خود دعا کو خدا شفا میده، دعایی تر مونه، خدا او تر مونه، ما صد دانه گوسفند صدقه دادم، تعالی چرا خدا در این دختر از مرا شفا نمیده، این همه دعا مونه، ما یک کارا رو مونم کسته. این وزیر اونو منجی مگر برای دانچی گفت، گفت جناب حاکم دیاب تو گفت دیوز چند روز پیش کسته، یک هفته پیش دو هفته پیش اگو زندانی برای تو یک پیغام رایی کرد که من دختر مرا زندان بدر، گفت تو چی گفتی؟ گفتی قانون از ما منش چینجینگ نمایه، گفت قانون خدا هم در منش چینجینگ نمایه، این قانون خدایه، مکافات عمل است عزیزه. حالا یکو کس ممکنه در زینش شبه ایجاد شده که آجابا او خود حاکمی کار کرده و دختری ریزه چی گناهی کرده بود، دختر ریزه چی گناهی کرده بود عزیزم؟ جواب شی آسانه، بعض اوقات اعمال بد پدر و مادر و رفتارهای منفی و بد پدر و مادر برای اولادها اثر میره، مثل که امروز مدیکل ساینس ثابت کرده مادری که در دوران بارداری مواد مخدر و درگز یوز کرده اولاد که در دنیا مای قد مخصوص قد انواع و اقسام بیماری ها مبتلا میشه در دنیا مای، پدری که زیاد سیگریت میکشه در بیماری دمه خود خور مبتلا کده بسیار زیاد چانسیز داره که اولاد که در دنیا مای قد بیماری دمه در دنیا مای، اینا از امروز مدیکل ساینس ثابت کرده. حالا که اولاد ایگو گناه نداره، اما تو پدر و مادر در او در حق که اولاد چیکار مونه؟ ظلم مونه، امور انگه که در حق دیگران ظلم مشه. اگر این رنگ باشه خب بگی او مظلوم چی کار کرده؟ ظالم را نه دیگه، بالاخره درو ظالم در حق مظلوم ظلم مونه درو. بله امکان چی؟ امکان خیلی زیاد وجود داره، من از تعلیمات از موز روایت هم استفاده میشه، خدا در حق کزو اولاد ریزه جبران مونه، او سر جایشی خدا او جبران مونه در بهشت و خلاصه در آخره در نعمت های رزو از بابی عذیب ظلم ها و اذیت هایی را که تحمل مونه خدا اینا رو جبران مونه، عوض میده خداش او سر جایشی. اما خب بالاخره اعمال پدر و مادر برای اولادها اثر مون نمونه، مون مال ایگو کس مال حرام مخره، ایگو کس دیدین تا قضاوت نموگه آجی اغا مو فلان هم سایز مو مال حرام مخره، اما هیچ کدام اولادهایش کس به گمرام نموشه، اولادهایش خوب خوب اولادهای نماز میخوانه فلان، اول خو امکان نداره، بسیار کم ایتر کیسیز ممکنه وجود داشته باشه.
اما اگر ای گودن کیس دیدی که قطعا پدر یا مادر مال حرام مخره اما من بچه هایش اثر نکدن، ما روایت داریم که مال حرام بعض اوقات در دویمنه یا سیمنه نسل موگا اثر از خود رو نشان میده. در دو سه نسل بعد مال حرامی که خورده آبا وجداش در سه نسل بعد میتنه او اثر از خود رو نشان. مال حرام قدر خطرناک. اما عرض کردم اکثرا در منی اونزو نسل بعدی نسل اول خود چی اثر خوره نشان میده که خیلی از این موارد ما در منی جامعه کستا زیاد دیدیم عزیزان کرد. واقعا میترسته. حق الناس و ظلم به حق یک دن از مظلوم عرض کردیم مخصوصا مظلومی که یک ایبو یار و ناصر جز خدا از خود خوب ندار. مگه آیت الله خرازی یک دن کتاب داشت منیزو کتاب یک داستانی رو نقل مونه مگه دمزی تهران مگه زمانی شاو شاو مگه یک دن زنی پیر زنی میمات دمزو کوچه بام دیده نمونه که دیست فروشه یک کپرا وار مونه یک سامانه ریزه ریزه میره میره تا مردم بخره یک نان شاو خورم زو پیدا مونه مگه دیگه از روڑه ها در وزیو فوتپات مگه می تر بندی خدا و پیرزن اوار کده بودم و بسات خوره که دست فروشی کنه دو دنه سپایی اماد گفت بال کوی کپڑا و پلی خوره زینجی ای کاروبار شروع کده تو اینجی دکانداری شروع کده بود بال کوی را اجازت نی ای زن گفت که ما نمیدم بال گفت چرا بال ننی گفت ما نمیدم پنشش دنه یتیم دارم گفت اولاد های یتیم در خانه مه ما نانشام شده زیرا پیدان این روز اگر تو مر نیلی مای کار کنم شاو پنشش دنه یتیم از ما گوش نخوانه ما یک چیز برای زنا برده نمیتم نه کمی کار مگه یک تنه سپاهیاش قانع مشه قبول مونه اما او دویمنه سپاهی مونه بدبخت میگره قد لغت خود تمامی سامانه ایزو بیزنم منی نالی مالوی لیم پرتا مونه خراب مونه نگیده شده امی کار رکی مونه مگه صبحیش که دو روز بعد یا سه روز بعد چی مگه امو سپاهی مگه در پایدرد بسیار سخت مبتلا مشه پایش درد مونه یک قدر شدید درد مونه دنیا و عالمان تهران هرچی دکتر بود مگه بخشه علاج بلاج و اینا رفت معالجه نشد اما خب دیگه بالاخره شیام بود بدبختیه محیط اهل بیت هم بود قد خود خوشیش سوچ کرد گفت بر مالی دکترا خو مر جواب دادی جوریش نمیشه مر کشته پای در برم کربلا از ابو الفضل عباس حاجت خور به خم شاید ابو الفضل عباس مرا شفا بده مگرف بنده خدا کربلا اما روزی که مگه کربلا رسید بود شاو بود شاو کربلا میرسه اون زمانه قدیم شاو دروازه حرم را زود بسته بود مثل یعنی نیه که پورا شاو واز باشه شاو دید که دروازه حرم بسته که خود مرم هوتل ما غیره استراحت مونم حالا سو بگا مایم برای زیارتی حرم ابو الفضل عباس شفای خور میخه ماجد خور میخه شاو که مرم مسافر خانه خواه مونه خواه میگرم ده خواه خود آقا ابو الفضل عباس را میگرم آقا ابو الفضل عباس بسیار در غضب شیر مگه اگر سو پای خورده منی حرم از مبینی بدترین مجازات مونم در سختترین مجازات مونم در گرفتی قلب پنج دن یتیم را شکستی یک مادری که پنج دن یتیم داشت او را آزرده کدی حق از اونا را غصب ظلم کردی ده حق از اونا وان شدم ده حرم ازم میخوایی ما تو راجت بیدم پای خور پیلی گفت ما بدترین مجازات دارم صبح از خواه وان شد رایی شد واپس تهران گفت تا رفته اونا را راضی نکدی و مادر را نیو ده حق نداری ده پای ده حرم ازم بی سبانوارای شایران گفت کجا مولی بابا تازه دی شاو رزده گفت نه بابا باید بورم چرا گفت گفت آقا اجازت نمید اگر پای خور بیلو خدا چی بلایی ده سر از ما بی ما باید بورم میلی کار را از گیر ما شده باید خیر مونی مو ظلمی در حق هر کس کردیم بز خدا او حسابا جدایه نعوذ بالله خدا را مو گرفتیم سیکولر جور کردیم خیالی از مایه در حالی که نظام خدای عزیز من خدای ایک سچپ جور کرده ایک نظام در پروردگار عالم هر عمل مثل دومینو وری قدر دیگه خود رب در تو یک دنیش بیز دیگه امید تر خراب کرده رئیه تا آخر رب در ایچ کدام شی بی رب نیست عزیزانی کرم ایک صلوات بخانیم اللهم صلی عزیزان گرامی دیروز در منی کلاس بودیم در حوزه را میتر بعضی سوشنبا سوال بکد که آیا وقتی که مو ثواب حاصل مونی او ثواب همیشه بس مون نبری از مو میتر تا قیامت را برای همیشه یا نه از بین مور ما گفتم نه بعض اوقات ثواب هایی که انسان حاصل مونه خروار ثواب حاصل مونه از بین مور در یک و دو از بین مور در یک سیکند از بین مور خیلی جایی تعجبه و خیلی جایی وحشت است یک دفعه یک انسان گدامی از ثواب ها را پر کرده باشه او باید یک سکیل خاکستر شده انسان دیدی چقدر مو سوزه دیگه اصلا نیش نه انسان برای گلیم دیگه بال شده نمیتن آیا امکان داره؟ بله عزیزی من یکی از جاهایی که اعمال انسان از بین موره ظلم نسبت به کارگر است ظلم نسبت به کارگر اونایی که صاحب کارن کارگر دارن مثلا قانش داره و جور موشه مزدورکار آورده
در او کار مونه ایگو نمیدون استایا مزدور کارا روزانا کارا ایگو که شاگرد داره در منی دکان خو ایگو کس نمیدونم در منی فیکتری داره منی کارخانه داره خلاصا هر کس کی صاحب کار و کارگر داره از خود این روایت برای زنای پیغمبر خدا در منی زی روایت فرمود من ظلم اجیرا اجره احبط الله عمله وحرم عليه الريح الجنه وان الريح حال يوجد من مسيره 500 عام من الله پیغمبر خدا مگه هر کس نسبت به کارگر خود ظلم کنه یعنی ام تنخواه کارگر خورا مزد کارگر خورا از سر ظلم نده دره میتونه بیده شیره اما از سر ظلم در اون نمیده سر ما باید بیده دو تاریخ باید بیده اما بنده خدا نمیده اون امور 12 تاریخ 15 تاریخ کس ده تنخواه کارگر خود میده مزدوری اواده مزدور اماده مزدوری کده باید امون وقتی که مزدوریش ختم مشه باید امون روزانه کاری شیر بیده اما بنده خدا 4 روز بعد 5 روز بعد بالا کده شیر بیده مثلا ما البته یک وقت است که بین چند توافق مشه و یک الگ بحث است اما وقتی قرار تو دینزی چند باید بیدی شیر اما نمیدی دری نمیدی از سر ظلم نمیدی از بقصد از سر کوتاهی نمیدی پیغمبر خدا صلوات الله علیه مگه که ای آدم چیکار مشه صاحب کار را مگه خدا تمام اعمال نیکش را از بین مبر احبط عمله حبت عمل مش حبت عمل یعنی تمام اعمال لیکتور خداوند تعالی نابود کنه قد یک چیز یک دفعه یک دنا مزدور سر ظلم مزدوری شد از اون بعد چی مگه مگه این آدم بوی بهشت را در مشامش نمیرسه این آدم بهشت را بوی نمیتنه در حالی که روایت مگه بوی بهشت از فاصله 500 سال شنیده مشه اما این آدم در بهشت بوی بهشت نمیرسه استشمام نمیتنه خیلی سخت است از زن لذا کسانی که کارگر داره مشکله که ده حق کارگر ظلم نکنه گو کس ده خانه شما این کار مون یه البته نسبت به مزد است اما بعضی ها نسبت به کارگر ظلم های دیگر هم انجام میده ده سرش زیاد کار بگر نمیدن توهین کنو شیره بی عزت کنو شیره بی آبرو کنو خدایی نکرده تحقیر کنو شیره خیلی عزیزانی گرامی خدا نطال از کلی امام سجاد نصیحت چی برای فقط امام باقر سلام الله علیه برای زمام است واقعا نبی مزدورها خیلی عشان جز خدا هیچ کس نده دنیا نده این از اون مظلوم هایشه اما در برای بعض از خانه زنها کار مونه چی ظلم هایی که در حق زنها نموشه بعض از مزدورها را در حق چی ظلم مونه خداوند متعال میبینه و منی نظام خداوند متعال اینا مکافات عمل در از خود عزیزانی کرد یکی دیگر از اقسام ظلم را بگم پیش بریم یکی دیگر از اقسام ظلم که پدر مادر نسبت به اولاد هم بعض اوقات به راحتی بسیار داسانی پدر و مادر ها میزنه بلکه در بچه خود چپلاق میزنه دنده میزنه شراره این ظلمه اما متاسفانه وقتی ما مادر چرا زدی شیر ما خب واجب است از ما کار نگر بچه ما دیگه حق ما حق درم میز نمیشه کی تو رهی حق را داد پدر بال کده میز نه بچه را کیستا باز وقت بدنم نه بال کده میز نه پدر گیر نمی شما کی حق داد کی بال کده میزن بچه را هیچ کس حق نداره و از او بده بالاتر حالا پدر و مادر باز وقت جانشون چوراو میشه چرا چون بچه وقتی که کلان میشه احساس مونه خلاصا مینگر نه بابا می پدر مادر امینا برای ما زحمت کشیده بود امینا خون جگر های خورده بود حالا در مریض و مشکلات زندگی یک وقتی بیچاره گو وسیلهشن سر رفت علی دود چپلاق دود لغا دود رندم مور زد دیگه چیکار نه چون اولاد نسبت به پدر مادر دل سوزه مور یک شبی در نماز شب یاد از شب قدر بود خدای ما از پدر مادر خو گذشت ما از پدر مادر چیکار کردم گذشت او که بگذره دیگه خدا میگذره چون مگه حق از خود خوره اشی گذشت دیگه خدا متعال غرض نمیگیره پدر و مادر هم البته به شرطی که نادیم باشه ندامت داشته باشه پشیمانی داشته باشه اون بحث پدر و مادر قد اولاد ها امکان چیست اما خدا نکنه که پدر و مادر اون ظلم کرده باشه که اولاد ها بگه ما نمرو شو پدر و مادر اینا بخشیده نمیشه ای پدر و مادر ها اینا حق و نزد گردن چه بوم نه روز قیامت یعنی بچه جاری بابر میگیره یعنی دختر جاری مادر رو میگیره چرا ده حق از ما ظلم کردی زندگی مر جهنم تیار کردی باور که امیم شاو یک دنه جوان بریز ما میسیج کرده گفت آجاقا بابی ما زندگی برای ما جهنم تیار کرد ما میتنم امی پدر نه نسبت بیم جی توهین کرم شنه اینی رنگ از ما سوال پرسا ما امی بابر توهین میتنم ما امی پدر نه میتنم احترام نکنم حالا بیمین چیکار کده او که درو معلوم مشه یک بچه با معرفتی حالا نمیدم دختر بود بچه بود معلوم نمشه خیلی دمانی فیس بود چی قدر جوانی با معرفت این که درو میخوای از ما اجازت بگیره من اجازت بدم من بابا رو توهین کنم حالا شما نگاه کن زندگی چی جور کده برایشی اینه دیگه پدر و مادر روز قیامت بدنم نه اینا گردن شم بس ہے حق الناس ده گردن نزن من یک فقه از ماست بابا بچه را بیز نه درو ایش چپلاق بیده سرخ شونه یکونی مسقل تلا دیه در یکونی مسقل تلا باید دیه بدی
سوت شونه نیلی شونه سه میسپال میشه، سیاه شونه شش میسپال میشه. حالا بور تا بال بال زخم کنی یک بیزنی استغان میده کنیم تا بال رفته بود. بعضی از پدر و مادر باور که اگر از بچه کو حلالیت نخواه بچه شگر رو نبخشه نمیدون خدا بر بعض وقت چند کیلو تلا داره ازو دیاخ فقط واجبه پرداخت نکنه روزی قیامت بچه جاغیه شد میگره حق زور بور بیدی بود حق زور بود و دویم نه گروهی کسایی که این رنگ حق ناساده کردن شما چی چرایه بعضی از استادان با خدا یقین خدا چند کیلو تلا ایتم دوباره گردن چن واجی اینا شوخی نیه اینا شوخی نیه و از کدوم رابطه دخ اولادها قد پدر و مادر فرق مونه چون امکان داره اولادها دا آینده و چیکار کنه ببخشه ببخشه خدای من راضی ما بخشیدم بابا ما زو بعد پدر و مادر میزار پشیمان اما خیلی از استودنت ها دیگه استادا رو نمبخشه باور کن نمبخشه او هم کینش در دل خود میگیره تحقیر هایی که جناب استاد در روی بوری سی دن شاگرد و روی بوری سی دن انسان تو یک دن بچه را استاده کده دویش چپلاق میزی تیلغت مونی او خو دیمیش سر جایشی اونا خو کمترین چیه آورو یزو بچه را در روی بوری پورا کلاس مبری تحقیر مونی خورد مونی شخصیت چیر در زمین بیدری زیر پای خورد مونی از او با توقع در یوستو راضی شونه او کمترین حق و ناسو دنده یا یک مقدار سرخ موشه سیاه موشه دستایش بسی میده او خو کمترین چیه بدترین چیه که آبرو یزو بچه تو برده او بچه دیگه در منی جامعه جرأت حرف زدن از او باد نداره خیلی چیزها رو تو از گیر از او میگری کنفیدنس از او میگری اعتماد به نفس از او تو در او گرفتاره شخصیت از او تو در او میگری اونمو بچه صبح روز مورا بسیار بد قسم اقدایی تیار موشه اونمو بس صبح روز دوست تیار موشه قاتل تیار موشه یک انسان جانی تیار موشه کی کدی حق را ایکار را داق از او استاد تیچر روز قیامت چی قرار جواب بدی بنده خدا متوجه باشیم دین د مری سکول مسته از کدیم دین فقط د مسجد نیه د هر جای هر اکشن یا سور د مری شی دین یک حکم در عزیز من باید متوجه باشیم خدا در او از مو چی میخواد خب یکی دیگه از گروهی کسایی که خدا روز قیامت صدا میزنه مگه کجایه آیه روایت این من حارب الله و رسوله کجای او کسایی که قد خدا و پیغمبرش جنگ کرد در دنیا کجای او کسایی که قد خدا و پیغمبرش جنگ کرد در دنیا اول نه گروهی که قد خدا جنگ کرد در منی دنیا کسایی است که قد انبیای الهی و قد اولیای خدا جنگ کرد کسانی که در کربلا آمدن قد امام حسین جنگ کردن اینا قدر حقیقت قد خدا اعلان جنگ و قد خدا جنگیدن اینا دشمن خدای اینا قد خدا جنگیدن د صفین و نهروان و د جمل کسانی که در مقابل علی علیه السلام جنگ کردن اینا قد خدا جنگ کردن قد خدا جنگ کردن یعنی خدا در او مگه هر کس که قد پیغمبری از ما قد اولیای از ما جنگ کردن اونا قد از ما جنگ کردن اینا قد خدا اعلان جنگ کردن عزیزانی گرم اینا از مصادیق شسته دویم نه کسایی که قد خدا جنگ مونه در منی روایت است مگه کسایی که قسم دروغ مخه روایت شده خانم من حلف علی یمین و هو یعلم انه کاذب فقد بارز الله کسانی که قسم دروغ بخوره و خبر داره که قسم از ما دروغ است اینا قد خدا اعلان جنگ کردن وای به حال کسایی که ماین قسم دروغ مگن خبر دروغ دروغ حقیقت نی اما قسم بخوره اینا قد خدا اعلان جنگ کردن و وای به حال از کسایی که قد قسم دروغ حق او قسم بس غصب کنه اما نایی که در منی عدالت امور قسم دروغ بخوره قسم دروغ مخره حق یک آدم گرفت از زده موشه قسم دروغ مخره یک آدم در منی جیل مور حق یه دیگه دبل گناه ہے بدترین گناه هم حق الناس نگرن چمایا هم چون قسم دروغ مگه قد خدا درو چیکار منه اعلان جنگ منه وای با حال کسایی که قد خدا درو اعلان جنگ منه سیمنا گروه کیه سیمنا گروه کسایی که قد خدا اعلان جنگ منه کیه سود خورای اهل الربا و آکل الربا کسانی که در دنیا سود خوری منه ربا مخرن مگه اینا اتفاقا سیمنا گروه خیلی وضعیتش خرابه چرا چون دو گروه اول فقط اونا قد خدا اعلان جنگ مونه اما دمنی سودخوری جنگ دو طرفه ایه این چی جنگ دو طرفه میشه چطور دو طرفه میشه خدا هم قد از او اعلان جنگ مونه سودخور خود رو قد خدا اعلان جنگ مونه خدا مگه پیغمبر خود منی آیه شریفه مگه فا این لم تفعلو فأذنوا بحرب من الله و رسوله مگه اگر اینایی که سودخوری منه رباخوری منه اگر دست از سودخوری بال نکنه من خودم قد از اینا اعلان جنگ من خودم قد از اینا اعلان جنگ او خود قد از ما اعلان جنگ کده اما اگر دست خود بال نکنه من خودم قد از اینا چیکار مونم اعلان جنگ مونم عزیزان سودخوری بسیار آفتی خطر
خطرناکی است در من زندگی ها عزیزان گرامی. آقای علامه طباطبایی در زید امزی آیه که تازه خواندم که خدا اعلان جنگ بونه مگه سودخوری تو که دوباره هیچ گناه این رنگ سخت خدا لحن ندارن لهجه ندارن نه دوباره قتل خدای قبر زده نه دوباره نمیدونم کس تا گناهای جنسی خدای قبر زده نه دوباره دیگه گناه هیچ گناهی نه خدا دوباره این رنگ اعلان جنگ نکرده اما چرا دوباره سودخوری قدر سخت خدا اعلان جنگ کرد علامه طباطبایی مگه خاطر دو دنه مشکلی که سودخوری ده یک نظام جامعه را برباد کنه و دویم دین و ایمان انسان ریشه‌اش خراب کنه سودخوری دمن یک جامعه چطور؟ حالا ما یک دنه قصه رو بگم برای شما مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه حالا اینا آثار حرامخوری و سودخوری دمن زندگی مگه گوز یکو کس دعوت داد در خانه خود بخشه نان رفت در خانه زو نان خورد واپس که آمد مگه هم شاو شیخ عباس قمی مگه ما بخشه نماز شب که بال شدم مگه حال نماز شب خاندور نداشتم در حال که هیچ وقت البته قضا نموشه در نماز شب بال موشه حال نداره مگه تا یک هفته رو مگه بی حال ما هر روز بال موشدم شب ولی نماز شب حال نماز شب خان دور نداشت همون رنگا میشیشتم خالی دور کد نماز شب زور میخواد حال نداشت رفتم مگه تحقیق کردم شروع شد برای نماز ما ولی خو نیه که چهار روز نماز صبح من قضا شده چرت خراب نمون اونا فورا متوجه میشه بابا چی قصه است رفت امو آدم را پیدا کرد که در خانه زو برده گفت باب بنده خدا تو یک هفته پیش من در خانه فلانی بردی امو چی بود دوارش تحقیق کنو بنی مگا جوان ما میشناسم گفته چی کارای از کجا در آمد کنه گفت آجی آقا او آدم در منی منطقه در منیم زی شار کستم مشهور در نام بینک پیشین مردم رو بینک پیشین مونه گفتی یعنی چی بینک پیشین بینک آخ صبح وازه گفت نه آجی آقا این بینک پیشین از این خاطر مگا چون مردم را قرض در سر سود میده مردم را قرض میده از اونا سود میگیره ربا میگیره از اونا آقای شیخ عباس قمی خیلی ناراحت شد بنده خدا گفت چرا در خانه از عمر بردی تو که میدانستی چرا مرا بردی حالا تو که شیخ عباس قمی خبرم نبود که خانه از او حرام خوره ربا خوره است سود مخره درو یعنی مال شبهناک بود یعنی کاری که شیخ عباس قمی کرده بود گناه نبود ها گناه نبود چون خبر نبود اما با وجود از اینکه خبر نبوده یه رنگ اثر کرده بود تا 40 روز رزو با شیخ عباس قمی تا 40 روز ما حال نماز شب را نداشت تا اینکه او غذایی که خورده بودم از من بدن از ما ختم شدم تا 40 روز اثر چی بود بوده ببینید کسی که رفته ایبو کسی دیگه سود خورده این خبرم نبوده در خانهش نان خورده تا 40 روز نماز شب را حال خدا از گرفته اثر از او مال سود خوری ایران بود خدا نجات بده کسی که در من زندگی سود خوری است میدانم این سود اما در من زندگی خمیر او دیگه واویلای عزیزانی او دیگه واویلای لقمه حرام اینی رنگ بدنمنه اثر مونه برای انسان عزیزان مو متاسفانه به قول آیت الله مجتهدی تهرانی رضوان الله تعالی علیه مگه بعضی هم منی حلال و منی نجاست و پاکی وسواس دارن مگه در حالی که بسیار مزمت شده بعضی هم مگه گربه صفت پیشی صفت مگه وسواس پیشی مانند داره مگه دیدین پیشی در منی کوچه ای که گل است و آو است از بغل بغل کوچه که خوش کمزون جمعه چرا چون نمیخوای پایش تر شونه پیشی خوش نداره پنجایش تر شونه بعضی هم مگه مثل پیشی وری وسواس داره پیشی که در من کوچه او وستا و نمیخوای پایش تر شونه و از بغل بغل کوچه آماره اما مگمی پیشی گو جای در من گو حوز مایی سرخ بین کرنه تا نیمی بدن خود در من حوز مورم و مایی رو گرفته بدن اونج دیگه در غمی او ماو نه دیگه مونی جو لغمه یه دیگه با بال کشه در غم از او نموشه بعضی ها پیشی مانند در من نمیدونم او خدا خمینی نجیس شد پاک شد دوباره نجیس منده چیکار دو دو گنچه مورد حمام گم موشه نیم گنچه در حضوریش میگره اشتاد دفعه یک دنه کالا رو موشه که اون بخی سراخ مونه در اونجا وسواس دارن اما این می بنده خدا آن اون فلانه بی که قصد پیسه بیر مای دو لگر پیم بیده فورا مورا پیسه خورا مونجا بیده و ماهانه سود بلی سود خورده رایی اونجا در غم شنیه اونجا وسواس نداره اما اون مو آدم هم ده منی خانه چیکار مونه دو گنچه پس مورد منی حمام بابا چرا گم شدی؟ مگه ما شک داشتم که می لباس یا بدن ما پاک شده یا نه بابا تمام زندگی تو نجیس شده دقم از اون نی دقم یک دنه نماز استی فقط دقم یک دنه وضو منده تمام نمازهای تو خانهش خرابه و سودی که مخری تمام خانه زندگی تو خانهش خرابه تو دقم چهار دنه نمیدون لباس پاک و نجیس منده آیت الله مجتهدی مگفت ما دمنی تهار پاکی و نجاست نباید وسواس باشیم بلکه دمنی حلال و حرام باید وسواس باشیم بابا جواب دم زی بان بیک پیسه خو میره ممی سود خو نموشه این ما خیال شو راحت کردم دم نه پاکستان تقریبا 99% بینکا منیش پیسه بین سود بده حرام ما خیال شو راحت کردم چون نیا نظام خراب شد عزیزان گرامی ائمه علیهم السلام
راهکاری که نشان داده برای از اینکه جامعه سود پاک شونه یک راهکار را بزرگای از ما علما از ما پیشپای مو میله و چیه یک از آسان ترین کارشی خدا کنه سرمایه‌دارهای جامعه بیدار شونن و جوانهای از قوم را ندارهای از قوم را باین قرض بدون سود بدن یک از راههایی که سود از من جامعه ختم شه که رایش اینی پیسه دنی عزیز من با یک سازوکار یک سیتاپ درست کنو جوانایی که بیروزگار هستن قرض بدی اما بدون سود بغیر سود قرض بدی بغیر سود قرض بدی یک از راههایی شه که صاف کن دویمنا رایش اینی نظام بینکینگ باید روش شونه که البته این روش نموشه نظام بینکینگی در پاکستان موجود داره تمش از ویست شماده و ویست تمام نظام بینکینگ چه بر اساس سود است در ویست شما بولین اگر پیسه بیلینم شما سود میده اگر قرضم بگیرین از بینک شما سود بگیره تو این سود چی بگیری چی بگیری هر دوی شهر آمان فرق نمون تمام ویست نظام چه بر افتیس بینکینگ سود نظام سود است یک از استادای ما مگفت ما رفته بودم در جرمنی مگه اونجا یک استودنت هایی مگه از شیعیان میخواد در دمنه که یونیورسیتی کسته سکولرشیپ بغیره داشت دیگه داشت مگه یک دنه استودنت کسته شیعه کی بوده مگه یک تیسیس لکایی کنه بود دباری نظام بینکینگ اما دباری نظام البته تایتل نداد که اسلامی بینکر نظام اسلامی ما دمنه بینکینگ رو بایم اما میتر ایک اور ٹاپک داده بود مگه در حقیقت دمنه از اون نظام اقتصادی اسلام رو منش بیان کرده بود که یک بود تر نظام بینکینگ را درو شو مکد که دمنیش سود نیه پروفیت خوردو نیه دمنیش تیسیز لکایی کده بود دمنیش یونیورسیتی نمیدون تیسیزی پیشتیش بود یا ماسترسی بود مون مگه اقتصاددانهای جرمنی بعضی صاحبان بینک جرمنی در نیستایشن این آرتیکل تیسیز ازی رسیده بود وقتی استدی کده بود چه مگه کوی کده بود اگر از پیش بود این نظام را توس کجا آورده چقدر خوب نظام هست نظامی که دمنیش سودخوری نیست ما میخواهی دمنی بینک همی چیز باشه حتی دنیای غرب بیزار آمده اما ما متاسفانه اون نظام فاسد از اونا را دمنی ممالک اسلامی از خودون خورده امروز دمنی ایران شما میرن به مراجع تقلید خیلی و ویلاشن بدل دمنی نظام های ولی بینک هایی که دمنی ایران وجود داره مگه نظامی که شما دارین مایی سودخور منه در آوردون من پاکستان خود دیگه خانش خرابتر است متاسفانه اینی خب عرض کردیم اینا دیگه خیلی طولانی اینا رستم نموشه اما منی معاشره اگر میخواید منی جامعه خودون چون سود ختم شونه یک از کارش موشه که میتنیم کنیم عرض کردیم سرمایه‌دارها جوانها رو یک سازوکار درست کنه یک سیتاپ نظام درست کنه قانونی منیش مردم را کسته جوانها رو قرض بده بدون سود اما خب بعضی هم از دردغش چیه؟ حاجه ها ما سود چیز قرض بدی مردم را اینا واپس نمیده مورا قرض بدی واپس نمیده برای امزو کسایی که قرض را میگره واپس نمیده ما دو در روایت بخوانیم زحمت شما تمام امام صادق علیه السلام خیلی روایت عجیبه میفرماید من استدان دینا ولم ینوی قضاءه کان به منزلت سارق مگه اگر یک کسی قرض بگیره اما نیت این رنگ داشته باشه که نه خو زیاد شمار ما واپس نمیدوم شیره و همی تر پسی پسی بونم دیگه چال مطول کده نمیدوم اگر این اینگه نیت داشته باشه امام صادق بگی آدم دوزه یا آدم چیه؟ دوز است مگه و دوز ده احکامات چه شما در منی اسلام خبر داره نزدانی گرام و یک روایت از ایگه خطرناکتر باز امام فرمود حاضر مگه روز قیامت از جانب خدا یک ندایی که داده میشه مگه حاضر الظالم الذی حبس عن الله حقه مگه روز قیامت بعضی از انسان ها را میره حاطف ندا میده مگه ای انسان حق خدا را خورده در روی زمین خدایی که چی حق است رو خورده در روی زمین مگه ای امو آدم بود که از یک دن از بنده های از من قرض گرفت اما پیسیش واپس نداد خدا روز قیامت مگه ای حق من خدا را خورده ای ده حق من خدا ظلم کرده ببینید حق الناس مشه حق الله اونایی که قرض واپس نداده بیش نوا عزیزانی گرامی روایت دیگرم سیمنرم بخانه خوبه امام ششم سنانه فرمود از سراق و سلاسه مگه سه قسم ما دوز داریم دوز فقط اون یکی از خانه مردم بار رفتاد منی خانهش دوزی مونه فرمود چیه گفت از سراق و سلاسه مانع و زکات کسانی که زکات نمیدن اینا دوزن امام صادق سلام علیه مونه و شوهرها بشنون و مستحل و مهور النساء کسانی که حق و میر زنای خورن نمیدن و مخرن اینا چیان دوز است دارینا و سیمنش فرمود و کذالکه من استدان دینن ولم ینوی قضاءه کسانی که زیگو کس قرض بگره اما دین خوره و قرض ازو واپس نده این دباره ازو کسانی که میخواین قرض را بیده اما فعلا نده اونا بحث جدایه ها اونا بحث از اونا جدایه کما این که دمانی بزو روایتی که ما گفتیم اونایی که حق الناس ده گردن چسته دمانی مسجد نره این از این معنی نیه که سر صبح یک بلوگ آدم ها توخ ده مسجد هم دو ریله کنه چرا که مگه یاد ده گردن از من قرضه ما سر نه
منظورش او کسایی بود که حق مردم در گردنش هست، اما قصد ندارن که واپس بدن مردم، میخواین ظلم کنه در حق مردم. خدا اونو نارو بگه در مسجد از منه، در خانه از منه. اما کسایی که اراده داره، واقعا در توجه دارن، در فکر که مقرض امزو بنده خدا رو بدم، توجه داره که برو حق امزو که ضایع کدم مورد راضی کنم شرا، اینا نه، این روایت برای زنانیه، این روایت ها اونو داره. در باری از او کسایی است که قرض گرفته اما اراده نداره که واپس بده بنده خدا، اینا رو داره خدا مگه تو در حق از من ظلم کنی، اینا رو امام صادق مگه شما دوز استیل ما اینیه. لذا توجه داشته باشیم از زنی گرامی، خدا نکنه که گمری زندگی ها در حق او کسایی که از ما ظلم شد متوسل شدیم قد خانواده اهل بیت عصمت و طهارت. از خداوند متعال بخواهیم که برکت ها و رحمت های خود من زندگی های از ما نازل کنه، تا که خداوند متعال توفیق بده که متحق هیچ کس در من عالم ظلم نکنه. اهل بیت تربیت کردنی قدر سفارش کردنی که امام سجادی که سلام الله علیه که فرزند خود سفارش مونه مگه فرزند نموش که در حق کسی که قدستو درگیر موشه اگر دیدی هیچ کس جز خدا را نده باش که در حقش ظلم نکنی. اهل بیت هم بعد از عصر عاشورا هیچ کس را جز خدا نداشت، اما بدترین ظلم ها را در حق اسرای کربلا بدترین ظلم ها دیگه اسرای کربلا در او کم کم واپس ما این کربلا. حالا بنابر بعضی از نقل ها مو سال مگا واپس ما دن در اربعین در کربلا رسیدن، بعضی ها مگنه سال آینده، اما خب بالاخره یک روزی زینب بر سر قبر حسین مانده. اما این بار که زینب در کربلا مایا قد روز دوی محرم فرق مانده، روز دوی محرم همراه حسین مانده بود کربلا، اما در اربعین به حسین در کربلا دیگه حسین همراه زینب دیگه. مگه وقتی که کاروان اسرا در کوفه رسیده بود، دانی دروازه کوفه، مردم کوفه وقتی خبر موشه اسرا آورده شده نمیشناختن که اسرا کیه دیگه. بعضی هاشم دیدن قد اسرا زن و بچه یا تعداد زیاده از زن و بچه ها بود دیگه، مردی نیشته بود دیگه سوای آقای امام سجاد و چند دنه کوبه که ریزه مردی نبود، زن و بچه زیاد بود. دیدن بعضی ها نان و خورما آوردن صدقه میدادن، نیاز میخواستن در عنوان صدقه بیدن. مگه تا آوردک پیشی بچه های آقا و عبدالله المسین و دیگر اسرا میخواست اونا خورماها را، بعضی هاش مگه حتی خورده بود که اون میکلسون دبل کردن، مگه اونا از دان از اونا بدر کرد واپس اشته من یه ظرفی از اونا و صدا زد گفت این صدقت حرامون علی، صدقه بر از مو خاندان حرام. مخادمه که آورده بود صدقه را واپس رفته من یک کوچه های کوفه، اما در خانه صاحبی از اون شخص زنی در نام ام حبیبه بود، گفت ام حبیبه صدقه ای را که تو برای از اسرا رای کنی اونا نخورد. گفت چرا نخورد؟ گفت کلان چن آمدن گفت که صدقه برای از مو حرامه. ام حبیبه فورا پریشان شد گفت خدایا دمن عالم جز بر آل پیغمبر بر هیچ کسی دیگه صدقه حرام نیه، اینا کیه که در اون موقع برای از مو صدقه حرام نیه حرام است. فورا چادر بر سر کرد چون نگران شده بود مشکوک شده بود. دوید آمد دادن دروازه کوفه گفت کدام او کلان از اینا که شما رو گفت که صدقه بر از محرم، اشاره کرد طرف حضرت ام کلثوم سلام الله علیه. مگه وقتی که آمد پیش حضرت ام کلثوم سلام الله علیها گفت کلان از این کاروان شما این، ظاهرا مگه ام کلثوم طرف خواهر بزرگتر زینب کبرا اشاره، مگه نه یعنی خواهر ما بزرگتر است. آمد خدمت زینب کبرا عرض کرد گفت خانم شما اسرای کجایین؟ صدقه رو واپس نهی کدیم، گفتیم که صدقه برای اسمو حرامه، جهان تک ما شنیدم صدقه فقط برای آل پیغمبر حرامه، شما مگر اسرای کجایی هستین؟ شما مالی کجایی؟ مگه حالا بازی ها نقل منه مگه وقتی که یز دور آمد او زینب رو نشناخته، اما زینب کبرا رو شناخته بود.
مگر رشتہ ہے پر زینہ میرے نے گبرے روی کو گرفتا ہوئی چی بو کہ خانو صدقہ حرام ہے گبرے اہل پیغمبر گفت مگر شما از خاندان پیغمبر ہیں گفت بلے گفت مگر شما از کدام شهر آمدین گفت ما از مدینه آمدین شما از مدینه آورده گفت بله گفت شما از کدام منطقه مدینه هستید گفت ما از کوچه های بنی هاشم هستید گفت شما از کوچه های بنی هاشم اونجا خانه شون گفت بله گفت خب مگه شما یک آقای به نام علی میشناسید حالا بچه های ریزه ریزم در او میشنوه هر سوالی که او زن مونه زینب کبرا خد بچه ها گریه من تا گفت علی میشناسید زینب باز کوی روی کور پوچ کنم گفت بابا علی بابا علی گفت بله گفت ما علی میشناسم گفت خب شما یک زنی در نام زهرا میشناسید گفت وای غریب مادر وای زهرا وای مادر زهرا گفت بله ما زهرا میشناسیم گفت خب شما کیر همه اینا را میشناسید یک مرتبه زینب کبرا صدایشان بلند شد در حالی که گریه بگد گفت ام حبیبه چی شده گفت حالا دیگه صاحبای پر نمیشناسی ام حبیبه ما فرزند امزو علیم ما دختر امزو علیم ما دختر امزو زهرایم که در کوفه تو در خانه چی کنیز بودی حالا دیگه مالک پر نمیشناسی ما زینب دختر علی مرتضایم یک مرتبه ام حبیبه سر دستای خور برای سر خویشت اما تعجب کده بود تعجب کده بود چون مال سالها زینب کبرا را دیده بود خیلی عمر زینب کبرا زیاد شده مخصوصا بعد از این مصائب سوال کرد گفت خانم جان زینب یک نشانی داشت گفت چیه؟ گفت زینب هیچ وقت یک جایی بغیر حسین نمارم زینب هر جایی مارم کد حسین مارم اگر تو زینبی پس حسین کجایا؟ نشان داد قد دستای خوش اشاره کرد گفت نگاه کن برای اوز و نیزه اونو سر بریده را کی میبینی؟ سر بریده مام یا لب قد حسین آمادم اما حسین بالایی نیزایا زینب این جای بغیر حسین نمارا الله اکبر در با این امانه زینب سر مرقد حسین حسرا همه اربعین امانه هر کس دنبال یک قبر میگرده اما یک قبر از همه مهمه البته یکی از بزرگان در من یک از کتاب های خود می نویسن مگه وقتی رباب امادت در سرزمین کربلا رباب خبرین دیگه مادر ششماها مادر یلی ازغر مگه در او بیده بید دنبال خبری ازغر امیرنگ دویده دویده امادت در کنار نهر القمن کنار نهر القمن یک ریزه خبر ردید بلی سر خبر شش ناله مگر گریه مگر وای علی از غلامان امام سجاد علیه السلام آمد عرض کرد گفت که مادر جان مادر رباب چرا سر از این خبر در او نام یعنی صدا زد گفت سید سجاد مگر این خبر از غر منیه گفت نه مادر این خبر ابو الفضل این خبر ابو الفضل شکار کدن عباس قدری از غر شده بود از بس الله اکبر این کاروان یک روز در مدینه رسید این کاروان در مدینه رسید امام سجاد بروی مدینه رو کرد بشیر را گفت برو مدینه را خبر کن باید استقبال مو کاروان حسین واپس آمده در مدینه بشیر گفت آقا جان دو قدم راه مدینه برید مدینه خود مو مدینه برید گفت نه مومن جی منتظر مومنیم این زن و بچه خیلی توهین شده اینا را خیلی اذیت کرده هر جایی رسیدیم اینا را تازیانه زدن اینا را سیلی زدن برای سر زنده سنگ انده آتیش انده خاک سر انده
ما نمیخوایم دیگه اینا تو اینا خیلی روحیشن شکسته. برو مدینه رو مردم مدینه رو بگه باید استقبال از اینا اینا رو کم دل آسابیدین بابا دیگه خورد شد از اینا. برو خبر کنو خبر منا بشیر اهل مدینه ماید استقبال امام سجاد و اسرا وارد مدینه بشن. شاید تمام شما گفت شاید خیال کرده باشین که زینب تا پای خورده میدنی مدینه میره مورد قبر رسول خدا خود خور برای قبر جد خو میندازه و شکایت منم ماما من خیال کرده بودم. اما بعضی از ارباب مقاتل می نویسه مگه دیدیم زینب بجایی که طرف مرقد پیغمبر بوره یک سمت دیگه موره خدای زینب رو خود کجا موره مگه دید در اون طرف یک زن موره یک زن آغوش واس کرده کیا؟ مادر ام المؤمنین مادر ام المؤمنین زینب دوید در بغل ام المؤمنین های بغل مونه های گریه مونه مادر جان چی شده؟ دخترم چی شده؟ این مویهای سند و سفید شده مادر شما نبودید تا ببینید چی گذشت آخر چی گذشت که مویهای سرد و سفید کرده؟ کمر تو خم شده صاف صاف راه نبوری زینب چی شده؟ مادر ام المؤمنین خبر نبودید چی بازارهای برگشتند مادر شنید خود خور از زینب جدا کرد دور رفت صدا زد گفت که شما گی خواهد دخترم زینب شما گی وقتی نامهرم شما رو نگاه مکرد عباس کجا بود بچه ما کجا بود گفت دخل الله اکبر الله اکبر گفت مادر اتفاقا عباس نگاه مکرد مگه ام البنی شروع کرد سر و صورت زدن مگر روباب دوید گرفت ام المؤمنین را گفت نه مادر عباس نگاه بکن اما از بالای نیزه نگاه بکن دودن سر بود برای نیزه نمیشت بود خورم یک سر عباس یک سر ششمان خورم ام المؤمنین را دل آزاد روباب مادر رو با عباس سرش بره نیزه نمو با امو رنگه که سر شش ماهه با بره نیزه دیگه ده مدینه رسیده کاروان او سرا نمیدانم رو با بعد از امام حسین چی رنگ زنده من خیلی هم عمر نکدن کربلایی ها زود زود از دنیا رفتن چرا؟ آخه هر کدام زنده یادیه که شهدا می افتادن در رباب بگذن زیر آفتاب سوزان مدینه می نشست هر کی می گفت بیا مادر بیا سایه می شید می گفت نه شما نبودین ما قچی مای خود جسمه پاره پاره حسین زیر سوزان آفتاب سوزان کربلا دیدم شما نبودین حسین زیر آفتاب بنده بود اگر ایگو کس میون ایگو مرغ سرخ کده میدن چینا نمو خور میمادن پیش زینب کبرا خانم زینب رباب نان نمو خورد مرغ بریان کده مرده بودم امروز نخور گفت آخر تو پیش کی مرغ بریان کده برده گفتی مرغ سر کج کده را وقتی منگر نه دیاد سر بریده ای شش ماهه خمید مگر روز دوی محرم وقتی در کربلا رسیدن وقتی خیمه ها را زدار شروع کرد مگر رباب اکبر را صدا زد فرزندم بیا گفت چی کار داری مادر خانم رباب گفت چرا دلو خیمه میزنید گفت آخر بابا حسین گفته اینجا ما مومنیم گفت آخر خیمه ها را چرا میزنی در کچا کچا خیمه گفت آخر بابا گفته اینجا زیاد مومنیم
میخوام مبنی من اینجی یک مرتبه قلبی رباب ناراحت شد بچه خور بغل گرفته رفت طرف محمد زینب کبرا گفت خواهر زینب چی شده رباب گفت حسین در اون مگم اومی زیاد مبنیم اکبر پیغام آورده گفت باشه چی شده گفت خواهر زینب امی اطراف او پیدا میشه زینب کبرا سلام الله علیها فرمود گفت رباب و بچی امزی من تخیم رباب اونه چند قدم اونه با دجلیه اونه چند قدم اونه با فراته هر دو طرف ما آوه مگه یک مرتبه لبخند بله ربای رباب جاری شد گفت آخر زینب خواهرم میدانی که بچی شش ماه دارو آو میخوایم اما خبر نبودش روز بعد در شام غریبه روزی عاشورا دیدن یک مادر کمر بسته گره از این خیمه در دیگه خیمه میدوه خواهرا ای با قدر او دارین او شکار بونی او کس نداره آخر شش ماه ایمه لبشی ترقیده ربا لبای ترقیده بچه خوره لطوانستی ببینی گفت نگاه کن لبشی ترقیده خوب شد تو نبودی وقتی حسین از غر از میدان اور اگر منگر ندی سری از غر قد پوستی کردن چی اوزار شده او جیب چی کار بگر القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فروردگارا يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رحيم يا كريم يا اله العرسين خدايا بحق باب الحوائج آقا علی اصغر علیه السلام تعجیب در فرج آقای امام زمان بفر وردگارا به حق آقا علی اصغر علیه السلام گناهان کبیره و صغیره تمام پدران مادران زبین حقوق گذشتگان جمع حاضر بنده حقیر روسیا ببخش و بیا وردگارا به حق اسرای کربلا به حق ام المصائب حضرت زینب سلام الله علیها به همه ما توفیق دوری از گناه و معصیت عنایت بفر پروردگارا با مغفرت گناهان من قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بگرد پروردگارا به حق آقا علی اصغر علیه السلام تمام مظلومین عالم بلخص مظلومین فلسطین در حفظ امان خودت نگه دار دشمنان پلیدشان بلخص امریکا و اسرائیل و حامیانشان نیست و نابود بگرد شیعیان و محبین اهل بیت عصمت و طهارت در سرتاسر عالم بلخص در افغانستان و پاکستان در حفظ امان خودت نگه دار پروردگارا تو را به حق شهدای کربلا و اسرای کربلا حاجات شرعیه همه مؤمنین و مؤمنات ملتبسین دعا جمع حاضر برآورده و خیر بفرما پروردگارا مشکلات مسائل گرفتاری های همه مؤمنین و مؤمنات ملتبسین دعا جمع حاضر برطرف بفرما مریضای همه مؤمنین و مؤمنات خیلی بیمارای تماس دعا گفتن و شبا فرچی دهی که در بیمارایی که در مرض کنسر مبتلا است خدای همه بیماران را جمع حاضر اگر خدای نکرده بیماری دارن شفای کامل و عاجل عنایت بفرما پروردگار سفر همه مسافرین بلخص سفر زوارهای اربعین ابا عبدالله المسلم بی خطر بگرد به همه ما سفر توفیق سفر زیارتی عتبات عالیات بلخص زیارت کربلای معلا در اربعین حسینی نصیب بفرما خدایا رزق و روزی واسق و حلال نصیب همه مؤمنین و مؤمنات ملتمسین دعا جمع حاضر عنایت بفرما خدایا همه ما را از مال حرام و شبهات دور نگه دار پروردگارا مشکلات اقتصاد و ازدواج جوانهای ما را به احسن وجه حل بفرما پروردگارا عاقبت همه ما را ختم بخیر بگردان خدایا در دنیا و آخرت ما را از قرآن و اهل بیت جدا مگردان خدایا تا که زنده هستیم ما را از این فرش عذاب محروم مگردان کسانی که برای برگزاری از این مجالس برای برپایی از این مجالس معارف اهل بیت علیهم السلام زحمت میکشن به هر نحوی که در هر طریقه که زحمت میکشن سرمایه خرج کنن وقت میدن زور بازوی خور میدن در هر صورت که برای از این مجالس عزا و فرش عزا زحمت میکشن خدای من توفیقات از اونها اضافه بفرم حاجات شرعیهشان برآورده با خیر بگردان مشکلاتشان برطرف بگردان ربنا تقب
تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلاة